سلام دوستان، آلفرا هستم و امروز با آموزش حروف اضافه خدمت شما رسیدم. یکی از آموزش‌های بسیار مهم و بسیار پرکاربرد که همه باش مشکل دارم، واقعا هم سخته. ولی خب من اینجا اومدم که برای تک تک اونها براتون مثال بیارم با مثال‌های زیادی که شما بتونید بهتر متوجه بشین. حروف اضافه کلماتی که شما برای توصیف روابط مختلف بین مردم، مکان و چیزها استفاده می‌کنید. این کلمه دوستان، کلمه پرپاسخون، از پری میاد، در جلو و موقعیت. از کلمه پری میاد به معنی جلو و موقعیت استفاده میشه. وظیفه اونها در داخل جمله وصل کردن افراد، اشیا، زمان و مکانها به یکدیگر. وظیفه‌شون اینه. حرف اضافه میتونه از یک کلمه یا ترکیب از چند کلمه یا چند واژه باشه. تک تک دوستان مثال میزنم. اول میخوام توضیحاتو بگم. معمولا قبل از اسم یا ضمیر میان. اینا مد نظر باشه دوستان. حروف اضافه رو میشه یکی از بیقاعده ترین اجزای جمله نامید واقعا، که بیشتر زبان آموزا برای یافتن حرف اضافه صحیح دچار مشکل میشن. واقعا هم سخته، بهتون حق میدیم، ولی خب باید لااقل یه چیزایی رو بدونین. نمیشه 100% دونست، ولی بهتره که لااقل 60-70% رو بدونید. خب دوستان، توجه کنین. حرف اضافه میتونه از یک کلمه یا ترکیبی از چند واژه باشه. ما ترکیبی از چند واژه رو قرمز کردیم در این قسمت. یعنی الان میخوام در مورد چند واژه بگیم، بعدم به صورت تک کلمه. تک کلمه ها خیلی بیشترن. چند واژه ها مثل یستلت فور، به جای، در عوض، یا پوگروند آف، به این خاطر، یا مثلا میت انلیدنینگ آف، به دلیل، به موجبه. فور جای خالی، سیدان، چند فاصله پیش، یعنی چندی به چندین سال پیش، چند قبل. این آموزش دوستان تو حرف اضافه زمان ها گفتم. یعنی حساب کن این حرف اضافه چقدر پدر دراره که حرف اضافه زمان داریم، حرف اضافه مکان داریم، خیلی از حرف اضافه های زیادی داریم. ولی من همه اینا رو براتون ساختم دوستان و اینم که کامل ترین مجموعه شه. فور جای خالی، سکول، محض خاطر کسی. یا فرون جای خالی، تیل، از فلان تا فلان. میت موت، میت موت، روبروی. دوستان برای فر جای خالی، سکولم، من آموزش تیل موت اوت فر، اون آموزش رو مثلا آموزش حرف اضافه ها اونجا مثلا در مورد اینم خیلی بحث کردم، گفتم اون آموزش رو حتما ببینین. در مورد اون این چهار حرف اضافه بحث میشه که خیلی خیلی مهمه دوستان. مثالای خیلی زیبا هم زدم اونجا. حالا برای اینا بذار یه مثال بزنیم. یستلت فور بیلن فور تو تا توگت، به جای ماشین میتونی سوار قطار بشی. استفاده این حرف اضافه رو میخوام بهتون بگم. حرف اضافه ترکیبیه دوستان که از چند واژه است. یستلت فور یعنی به جای، در عوض، به جای ماشین میتونی از قطار استفاده کنی، میتونی سوار قطار بشی. هنستنگ ده افرن بگراند آف برلوپت، به خاطر عروسی مغازه رو بست. میدونم مغازه بسته است، میگه چرا مغازه رو بست؟ میگه آره عروسی داشت، مغازه رو بست به خاطر عروسی، به این خاطر. مثال بعدی، میت انلیت نینگ آف فستن انلیت دیگه ایماران، به دلیل مهمونی فردا آزادین، یعنی هیچ کاری ندارین، تعطیلین، شما آزادین، به دلیل، به موجبه. دوم افتسی فر مونگ اوت سیدان، یا میگیم دوم افتسی فر مونگ اوشن، سیدان سن هم میگن. اینو میگم تو حرف اضافه زمان ها گفتم اونجا. آنها سالها پیش ازدواج کردن. دوم اوکت تیل گوتلند فر هنس سکول، اونا به خاطر، یعنی محض خاطر اون، به گوتلند رفتن. اینم تو همون آموزشی که گفتم دوستان اگه ببینین، اونجا در مورد این خیلی کامل بحث کردیم، خیلی کامل میتونین قشنگ متوجه بشین. محض خاطر، به خاطر اون، اونا به خاطر اون رفتن. یا یوبا فرون 6 تیل 12، از ساعت 6 تا 12 کار میکنم. طرف ازت میپرسه چقدر کار میکنی، از کی تا کی کار میکنی. یا یوبا فرون 6 تیل 12، از ساعت 6 تا 12 کار میکنم. مثال بعدی،
توکستاخونن لیگه میت اموت هندرسبانکن. ایسکو قطار روبروی هندرسبانک قرار داره. ایسکو قطار روبروی هندرسبانک قرار داره. این از مثالای ترکیبی از چند واژه. حالا میخوایم حرف اضافه میتونه از یک کلمه یا ترکیب چند واژه باشه که اینجا یک کلمه رو قرمز کردیم. یعنی میخوام در مورد یک کلمه ها بگیم. یک کلمه هم زیاده. ولی خب اومدم همه رو براتون آوردم و تک تک اینا براتون مثال میزنم که بهتر متوجه بشین و یاد بگیرین و نوع استفادهش رو بدونین به چه صورتیه. مثال هایی که استفاده میشه مثال هاشو میتونین یادداشت کنین، بنویسین که بهتر یاد بگیرین. یا میتونین هر مثالی که من براتون الان جلوتر میزنم ویدیو رو استاپ کنین، اون مثال رو بنویسین، کامنت کنین، باز برین بعدی استاپ کنین، کامنت کنین دوباره. این باعث میشه شما بنویسین. وقتی چیزی رو مینویسین شما با چشم میبینین، یاد میگیرین و وقتی که مینویسین به مغزتون هم دستور میدین که بنویسه. این باعث میشه بهتر یاد بگیرین. واسه همین این بستر اینترنت آماده شده برای شما. میتونین مثل یک دفتر یادداشت ازش استفاده کنین دوستان. هر چی دلتون میخواد بنویسین. اصلا 3000 جمله بنویسین، کامنت کنین. اصلا مهم نیست. هر چی دلتون میخواد بنویسین. یاد بگیرین. حرف اضافه مثل ای، پو، تیل، تیلز، فرام، فور، اوت، وید، اور، اوم، موت، آو، فر، فر، ینوم یا ینوم، اوتان، افتر، اوور، باکم، اندر، فرون، بریدوید، میلان یا میلان، وسطش فاصله، اوک، میلان، فلان، تا فلان. برای تک تک مثال زدم. نگران نباشین. برای همین سریع خوندم براتون. خب بریم به اولین قسمت. ای و پو اینجا قرمز کردم که براتون مثال بزنم. البته دوستان شما میتونه حرف اضافه ای و پو چون کاربردهای خیلی زیادی دارن این دو تا حرف اضافه، من براشون یه آموزش جداگانه ساختم. حتما اون آموزش رو ببینین. اونجا کامل در مورد ای و پو بحث شده. به صورت کاملا و تخصصی. ولی اینجا هم چون به صورت یک کلمه بودن آوردم که تو این مثال ها هم باشن. اولی مثال بولن لیگر ایلودان. توپ داخل جعبه قرار داره، داخل جعبه است. میگم در مورد ای و پو حتما اونجا بخونین. خیلی ها فکر میکنن ای فقط معنی این میگه داخل یه چیزی باشه. نه اینطوری نیست، خیلی کاربرد زیادی داره. خیلی مگه بخوام اینجا بگم، میگم اون خودش یه ویدیو شده، نمیشه اینجا در موردش زیاد بحث کرد و صحبت کرد. و مثال بعدی ساکسن لیگر پو بوردت. قیچی روی میز قرار داره. پو رو. پس به دوستان بدونین ای فقط داخل و پو فقط روی نیست، خیلی کاربردهای دیگه هم داره. حتما اون آموزش رو ببینین، بی نهایت مهمه و بی نهایت بهتون توصیه میشه که از دست ندین. خب مثال بعدی برای تیل و تیلز کاربردهاشون رو ببینین به چه صورتیه. آلفرا پرومنیه رده تیل تیاترن. آلفرا پرومنیه رده تیل تیاترن. آلفرا قدم زنان به تئاتر رفت. در مورد تیل دوستان اینم بهتون بگم، در مورد تیل که این قسمته، اوت، فر، همه اینها ما یک آموزش کامل ساختیم، یک آموزش خیلی کامل در موردش ساختیم، در مورد اینها و مت کنارش هست. اون آموزش رو حتما ببینین، اونم خیلی تخصصی در مورد اینهاست. بعضی حرف اضافه ها فقط یک معنی نمیدن. به اینجا حرف اضافه هایی هستن که فقط یه معنی میدن، مثلا تیلز تا یک بازه زمانی یه معنی میده، ولی حرف اضافه هایی مثل ای، مثل پو، مثل تیل، مثل فر، مثل مت، مثل اوت، اینا فقط یه معنی نمیدن، اینا معنی های زیادی میدن. برای همین دوستان تیل، اوت، موت، فر، اینا همه رو تو اون ویدیو گذاشتم، حتما حتما اونو ببینین که بهتر یاد بگیرین. گفتم که حرف اضافه خیلی زیاده. خب اینجا این مثال رو آلفرا قدم زنان به تئاتر میره رفت. مثال بعدی برای تیلز کندو ونتا تیلز ایمارون. میتونی تا فردا صبر کنی؟ کندو ونتا تیلز ایمارون. میتونی تا فردا صبر کنی؟ این مثال رو دوستان میگم میتونی تک تک بنویسین و کامنت کنین. نوشتن باعث میشه خیلی قوی تر بشین و همه این مثال رو خوب یاد بگیرین. مثال بعدی برای فرانکفورت و اوت. یا سیتر فرانکفورت تیون. من جلوی تلویزیون نشستم. فرانکفورت تیون. جلوی تلویزیون، روبروی تلویزیون. یعنی پیش تلویزیون نشستم. روبروش دارین تلویزیون نگاه میکنین. اوت. اینم گفتم اون آموزش رو ببینین حتما. در مورد همین چارتگه گفتم. اینجا فقط یه مثال خیلی کوتاه اومده. شوبنگلاس اوتمی. یه بستنی برای من بخر. شاید خیلی بگین چرا تیلمی نگفت؟
چرا فرمه ای نگفت؟ همه این دوستان این بحثش زیاده. من اونجا در مورد اینا تک تک اینها صحبت کردم. خیلی هم کامل صحبت کردم. میتونید اونو ببینین و بعدش برگردین اینجا برام من توضیح بدین که چرا اینجا از اتومات. اینم یه تکلیف خوب برای شما. مثال بعدی. وید اور ویسیس وید سکستون. حوالی ساعت 4 بعد از ظهر همو میبینیم. یه معنی حوالی میده. یه معنی کنارم میده. یعنی کنارش. این معنی هم میده. حالا این مثال هم براتون میزنم که ببینید. وی راستاده وید بکن. کنار نهر استراحت کردیم. راستاده استراحت کردیم. وید بکن. کنار نهر. اینجا دیگه نمیتونست بگی پو یا ای. داخلش دیگه نرفته اینگه. کنارش. و من ات وینر بنزین اور اولیا. بنزین از روغن استخراج میشه. اور وقتی میگه یعنی از داخل جیب چیز در میاری. از داخل روغن مثلا بنزین کشیدن. وقتی دارین تو استخ شنا میگونی از داخل استخ میریم بیرون. یعنی از داخل یه چیزی به این صورت استفاده میشه. واسه همین بیرون از خارج از یه چیزی خارج شدن بیرون اومدن. خب مثال بعدی. در مورد اوم و موت. وی فروگو در الفرا اوم وگن تیل ستوکهلم. وی فروگو در الفرا اوم وگن تیل ستوکهلم. ما از آلفرا درباره جاده استوکهلم سوال کردیم. این مسیری که به استوکهلم درباره جاده ازش پرسیدیم. مثلا بعدی بی تا بیلن موت ان سیکل. اتومبیل را با یعنی در ازای اتومبیل را با دوچرخه عوض کردن. در ازای چیزی در مقابل به طرف بر علیه و خیلی معنی دیگه میده. اینم میگم دوستان تو هم آموزش تیل موت اوت و فور کامل در مورد این گفتم. اونجا هم میتونی یاد بگیری. معانی های زیادی دارن حرف اضافه ها. خب از آو و فر کنیون یورد آو ستول. چاقو از فولاد ساخته شده. ببین دوستان از توسط از جنس یعنی از یه چیزی از جنس فلان از نوع فلان توسط فلان. پس میگیم کنیون یورد آو ستول. چاقو از فولاد ساخته شده. یه با ویکاریه فو آلفرا ایگور. من دیروز جایگزین آلفرا بودم. یعنی کار کردم به صورت جایگزینی برای آلفرا. اینم میگم تو همون آموزش فور تیل ببینین. خیلی مبحثش زیاده. اونجا گفتم این 14 کاربرد مختلف داره. کلمه یه حرف اضافه فور. اونجا ببینین بهتر از تو میاد. اینجا هم داره میگه تو مثال برات آوردم. من دیروز جایگزین آلفرا بودم. مثلا آلفرا شدم. خب حرف اضافه دیگه. ادامش فره و ینوم یا ینوم. مثل اولی هن ایک فرمه ای و ویست ویگن. هن ایک فرمه ای و ویست ویگن. او قبل از من رفت و راه رو به من نشون داد. یعنی به هم نشون داد. فرمه ای قبل از من. مثل بعدی وی شرد ینوم تونل یا وی ایک ینوم تونل. این دوتا وقتی با اینوم میاد این نوع کاربردش فرق داره. ما از طریق تونل راندیم. یعنی از طریق تونل رفتیم. مثال بعدی برای اوتان و افتر. نیکن اینتر ریسه اوتان آلفرا. بدون آلفرا نمیتونین سفر کنین. این دیگه نامردیه دیگه. دوستان این هم دارم برات زحمت میکشم. بیاین با من سفر کنین. به شما هم خوش میگذره. به من هم خوش میگذره. نیکن اینتر ریسه اوتان آلفرا. دمتون گرم. خب هن کومر افتر ده ات فستن هاد بریات. او بعد از شروع مهمانی آمد. او بعد از شروع مهمانی آمد. مثال بعدی برای اوور و باکوم. فور تاگت ها کنتور اوور هیل لندت. شرکت در سراسر کشور دفتر نمایندگی داره. اوور به طرف دیگر در رابطه با سر تا سر روی یعنی بالای از راه. این معانی زیادی دارن حرف اضافه ها. من سعی میکنم همیشه یه مثال پرکاربردی براتون بزنم که یه معنی بهتر و عامیانه ترش رو یاد بگیرید. چون اگه بخوام برای تمام اینا مثال بزنم این ویدیو باید 7-8 ساعتی بشه. خب مثال بعدی برای باکوم. آلفرا ستور باکوم لوسی و سینس اینت پوفوتوت. آلفرا ستور باکوم لوسی.
و سینس این تپو فوتوت آلفرا پشت لوسی استاده و تو عکس دیده نمیشه. از این عکسای خانوادگی دارین؟ بعضی وقتا میبینین خودتون پشت یه نفر دیگه قرار گرفتین دیده نمیشین تو عکس. به این صورت. حرف زای بعدی under فرون هندن look under boardet. سگ زیر میز دراز کشیده بود. هندن look under boardet. زیر میز دراز کشیده بود گذشته. under the هر وکان یه معنی دیگه در طوله، در طول این هفته. این under معنی زیر، تحت، در طول، این معانی رو میده. میگم اونه که مهمتره و پرکار بود تره، بیشتر استفاده میشه من دارم بهتون میگم. فرون ده نیون ده یانواری، از نهم ژانویه. فرون ده نیون ده یانواری، از نهم ژانویه. حرف اضافه بعدی برید وید و میلان یا میلان جای خالی اوک را میبینیم. انتیگنینگس بوکن لیگر برید وید داتون، دفترش یادداشت کنار کامپیوتر. برادرت، خواهرت، همسرت، یه نکی ازتون میپرس، دوستت ازتون میپرس دفتر یادداشت کجاست، شما میگین که لیگر برید وید داتون، کنار کامپیوتر. کندو گو میلان بیلانا، کندو گو میلان بیلانا، میتونی از میان ماشین رد بشی به صورت پیاده. ماشین دو تا ماشین ما پارکن، بسش یه ذره جای خالی داره، میتونی از میانش رد شی. یا اون معنی که گفتم میلان اوک که میاد خیلی فرق داره، اون باز بار معنایش اینه که افرن اوپن میلان نیه اوک آرتون، فروشگاه از ساعت 9 تا 18 بازه. ببین اینجا از اومد، از حالت زمانی میلان اوک، اینم خیلی مهمه. و چهار تا حرف اضافه دیگه، اینم که خیلی مهمه دوستان و خیلی هم استفاده میشه، میاد، اوتوم، بلند و هوس. اول از میاد مثال میزنیم، یه چند تا براتون میارم. یا اوکت دیت میاد بوس، یا اوکت دیت میاد بوس، من با اتوبوس با اونجا رفتم. یا آلفرا سکا ایفت سی میاد لوسی، آلفرا میخواد با لوسی ازدواج کنه، آلفرا میخواد با لوسی ازدواج کنه. آلفرا اسکا ایفت سی میت لوسی. یا اسکا پراتم دی ایمارون، من میخوام فردا با تو صحبت کنم. یا اسکا پراتم دی ایمارون، من میخوام فردا با تو صحبت کنم. و ستای دیگه که برای هر کدوم یه مثال رو میزنم اینجا. آلا اوتوم هن هاده کمیت، به غیر از اون همه اومدن، نه همه اومدن به غیر از اون. آلا اوتوم هن هاته کمیت، به غیر از او همه اومدن، یه به غیر از آلفرا همه اومدن، یه مهمونی بود همه اومدن به غیر از اون. آلفرا ستور بلند تردت، آلفرا بین درخت های استاده، بلند معنی ما بین میده. و هوس بانن هوس انگرنه، بچه ها نزده، یعنی پیش یه همسایه هستن، میرین بیرون خرید مطب هر جایی که میرین، بچه کجاست؟ میگه بچه پیش همسایه است. بانن بچه ها اهوس ان گرن. یه چیز دیگه هست دوستان، ببین در کل حروف اضافه رو میشه یکی از بیقاعده ترین اجزای جمله نامید که بیشتر زبان آموزان برای استفاده صحیح از حرف اضافه دچار مشکلن، واقعا سخته. در نتیجه سعی کنین تا جایی که امکان داره حرف اضافه ها رو در جملاتی که استفاده میشه یاد بگیرین و به خاطر بسپارین. همینجوری که من استفاده کردم، ببین من در جملات استفاده کردم، شما این جملات رو وقتی استفاده کنین و وقتی بنویسین، و مثلا بهتون میگم اینا رو بنویسین کامنت کنین، هر یکی که من میگم ویدیو رو استاپ کنین بنویسین کامنت کنین، این نوشتن استفاده کردن باعث میشه ملکه ذهنتون میشه، بهتر یاد میگیرین، این کمکتون میکنه. من برای خودتون دارم همیشه میگم. و اینکه چون با عوض کردن خیلی از این حروف اضافه ها نه تنها ساختار جمله رو به هم میریزه، بلکه معنی جمله رو عوض میکنه. حالا من یه مثال براتون میزنم اینجا، توجه کنین. مثلا از حرف اضافه ای یا هر اونت ایماگن، دلم درد میکنه، مثلا دل درد دارم، شکمم درد میکنه، ایماگن. ولی همینجا اگه مثلا شما ندونین و به جای ای از پو استفاده کنین، یه معنی دیگه میده. مثلا بگین لیگ اپ ماگن، دمر خوابیدن، روی شکم، یعنی روی شکم خوابیدن، دمر خوابیدن. ببینید پوماگن
روی شکم میشه، ایماگن داخل شکم میشه. این معنی ها عوض میشه. من حالا یه ساده رو گفتم که اینجا این جمله رو یاد بگیرین. پس حواستون باشه، خیلی دقت کنین که کجا استفاده بشه، چه جوری استفاده بشه. در انتها دوستان، خیلی ممنون میشم ازتون که اگه پیج زبان انگلیسی ما هم سابسکرایب کنین و ما رو حمایت کنین. برای اون پیج هم زحمت زیادی کشیده شده دوستان. اون پیج هم داریم سعی میکنیم تمام چیزایی که نیاز به زبان انگلیسی هست و آموزش بدیم براتون که به دردتون بخوره، به کارتون بیاد. ممنون میشیم دوستانتون رو معرفی کنین و اون رو سابسکرایب کنین، حمایت کنین. مطمئنا هر حمایتی که از طرف شما باشه چندین برابرش بهتون برمیگرده. ما همیشه بهترین ها رو براتون در نظر میگیریم. ممنون میشم لطف کنین وارد بشین و سابسکرایب کنین. دوستتون دارم دوستان. موفق باشین. آلفرا هستم.